رفته بودم تو مدرسه، کردیم آیس نمی برم مدرسه تو بلوار کشاورزه، پرسیدیم که آقا رویاهاتون چیه و الگوتون کیه؟ تا نفر دهم که اصلا ایرانی نبود، چون میدونم بکام دوست داشتن من چی رونالدو و بکام اینجا. اولین ایرانی که تو لیست ای بچه ها بود بابک زنجانی بود. بعد مصاحبه عمیق بود که تک تک با اینا حرف میزدیم. بچه پرسیدیم که چرا بابک زنجانی؟ میگه مگه استاد ندیدی؟ میگم چی نشنیدی؟ میگم چی؟ گفت بابک رفته بود تو دادگاه به قاضی گفته بود همتون چند، بعد گفته بود به زنگنه بگید بی ام و ما آتیش میزنم به تو نمیدم. حسو ببین پلتفرمی که این بچه مرزقی انتفاعی توش بزرگ شده. ببین اولین نفری که بچه‌ها بهش امتیاز میدن بابک زندونی بود. و این کیه؟ او همو آدم زرنگه است که روانشناسی موفقیت به ما میگه که ببین تو میتونی اون باشی، از خاک به افلاک برسی با این روابط اینفورمال، با این روابط غیر رسمی، تو هم این توانایی در فقط بجنگ، یک کمی هم پدر سوخته باش، تو موفق میشی. اما هیچ وقت اون هزاران نفری که کنار بابک زنجانی موفق نشدن رو فلواقع نشان نمیده. دانشجو اومده مصاحبه دکتری ما توی دانشگاه تهران در رشته گرایش علوم سیاسی، گرایش اندیشه، بهش میگیم خب تو یه توضیحی در مورد تبارشناسی فوکو بده. میگه نمیشناسم. میگیم خب فوکو رو بلد نیستی؟ در مورد فارابی توضیح بده. میگه که نمیشناسم. میگه خب فارابی رو نمیدونی؟ یک توضیحی در رابطه قطب الدین رازی بده. اونم نمیشناسم. از مشروطه کیو میشناسی؟ نمیشناسم. خلاص کیو میشناسی؟ کیو خوندی؟ گفت من ماهان خوندم استاد. بعد آقای دکتر از من پرسید ماهان کیه؟ ما که انقدر اندیشه اسلام خوندیم من شخصیت نمیشناسم. گفتم این شخصیت چیز نیست، این شخصیت نیست، این مؤسسه کنکوره. این خانم رفته مؤسسه کنکور تست داده، یاد گرفته، دکتری اندیشه دانشگاه تهران قبول شده. یعنی ما اگر ردش نکرده بودیم الان دکترا داشت، الان دیگه داشت پایان‌نامه دفاع می‌کرد. دفاع می‌کرد چون تولید پایان‌نامه دم انقلاب هست 200 متر فاصله داره. 10 تومن می‌گیرم براتون پایان‌نامه تولید می‌کنم، چون کالاست دیگه. کالایی که برای ورودش پول می‌دی، برای خروجش هم می‌تونی پول بدی، برای ارتقا استادش هم نشنیده بگیرین می‌تونی پول بدی. سیاست‌های جدید و سیاست تبعیض‌آمیز میگه شکست خورده خودش مقصره. آقای وزیر بهداشت نگفت به اون آدم که فیزیوتراپی پول نداری برو بمال؟ میدونید چرا؟ دیسکورس رو دقت کنید، او میگه تو شکست خورده ای؟ دست خودته، من خدماتی به تو نمیدم. حرف وزیر شاید شوخی بود اما دقیقا از توی منطقی داشت در میومد. بعدن این منطق رو ایشون گسترش داد دیگه، توضیح داد، گفت من برای چی برای 2 سال زندگی یک نفر 2 میلیارد تومان خرج کنم؟ میارزه برای زندگی یه نفر 2 میلیارد تومان خرج کنم؟ تو منطق سرمایه داره هفت درستیه، نمیارزه. تو منطقی که اون دیسکورس توش بزرگ شده، درمان خصوصی، خب معلومه 2 سال زندگی یک آدم فلواقع 2 میلیارد تومان نمیارزه، چون کالاس. مثل ماشین که میبریم تعمیر، آدم ها را میبریم بیمارستان تعمیر. سنت تراژدی بلند کردن صدای کسانی است که شکست خوردن اما فلواقع به همون اندازه آدم موفق توان داشتن، به همون اندازه آدم موفق حق داشتن، به همون اندازه آدم موفق اخلاقی بودن و بیشتر نرفتن تو روابط اینفورمال تراکم بخرن 20 طبقه ساختمون برن بالا بعد بگن که چی؟ من کارآفرینم، موفقم. تو همین منطقه 22 شما بزرگترین مال جهان ساخته شد، 1.5 میلیون متر مربع در کشوری که پول آموزش نداره مال ساخته شده، در جایی که همین 1 کیلومتر ورتر زیر پل مدیریت آدم‌های زیادی هر شب از گشنگی نمیتونن بخوابن. نظم تبعیض‌آمیز میگه ما پول نداریم، اما معلوم نیست چرا بزرگترین مال جهان اینجا ساخته شده. اگه پول نداریم در کشور این کجاست؟ مگه پولی جز پول رانت نفتی وجود داره؟ خب پول رانت نفتی که داره توزیع میشه. یک فرهنگ غلط در ایران به لحاظ دانشگاهی داریم، فکر میکنیم کسی که استاده برتر از کسی که استاد نیست. نه، فضیلت اخلاقی نداره. در ایران القاب و خلاصه چیزای دانشگاهی شأن اجتماعی تولید میکنه. یعنی اگه به طرف بگی دکتر، این از آدمی که دکتر نیست بهتره. من چرا بهتره؟ خب یه ذره بیشتر انتگرال خونده دیگه، چه میدونم، یه ذره بیشتر نظریه‌های چی میگن اگزیستانسیالیسم خونده، این کی میگه آدم بهتریه؟ ولی ما شأن اجتماعی براش قائلیم. من رفتم تو دانشگاه هاروارد، دیدم استاد قهوه دستش میاد سر کلاس با شروان لی و اگه تو ندونی این استاده، از طریق قیافه یا روابطش با بقیه نمیفهمی که استاده. و اون بهترین دانشگاه جهانه. فقط وقتی میره پای تخت وای میسته میفهمیم که استاده. کالچر اونجا به دکتر، به استاد، به اینها امتیازی نمیده. تو ایران دستشویی اساتید هم جدا میکنه، انگار مثلا دستشویی اینا با دستشویی بقیه فرق داره. یعنی چی؟